په پوره مینه او درنښت د افغانستان ټولو قدرمنو وګړو ته، ښځینه او نارینه و ته، مشرانو، ځوانانو، کشرانو، ګلالیو ماشومانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله مند یم روغ جوړ اوسئ، یوه نیکمرغه شپه مو پیل کړې اوسې، یوه اونۍ مو تر دې دمه په خیر په خوښۍ رارسولې اوسې، او اوس هم چې د جمعې مبارکه شپه ده نو په خیر او په خوښۍ دې په تاسې ټولو باندې تیره سي او خوشحاله او آرامه اوسئ. هیله مهم ده چې د خپلې خپرونې یعنی د رکسانا د خپرونې لیدونکي اوسئ او د خپرونې تر وروستۍ شیبو پورې زموږ ملتیا وکړئ او له موږ سره پاتې شئ. کنه فرشته جانې؟ بالکل، سلام ټولو ته، تاسو ته جلاکیانو، همداسې درنو لیدونکو ته وایو کې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله سوکاله او خوشحالیانې به خدای پاک انشاءالله سې درته مناسب کړي. په جنیندې هفتې کې چې موږ بیا ستاسو درنه خدمت ته راغلو، د یو ساعت لپاره ستاسو په کورونو کې ستاسو مېلمانې او زموږ سره بیا دلته په زموږ په سټوډیو کې زه خو حجره ګڼم، ډېر ښه مېلمانه دي را سره، ښایسته ښایسته ګلالي ماشومان دي را سره چې زه ډاډه ما خو ټول ډېر کم داسې ماشومان پیدا کېږي چې زما مینه پرې راځي. یو دو ماشومان دي دلته زما ډېره مینه ورباندې راغلې ده. تاسو به هم بیا اوس وګورئ او همداسې روابزه هم درته د ډالۍ راوړې ده، خالي لاسونه در راغلې. انشاءالله چې وروسته د هغې نه بیا تاسو پوه سئ د خپرونې په جریان کې چې موږ کوم کوم ډالۍګانې کومې برخې لرو او څنګه مېلمانه هم رابللي دي. ډېره مننه کوم له دې چې همېشه زموږ خپرونه ګوري، په اړه نظر ورکوئ. ستاسو نظرونه موږ ته ډېر درانه قدرمند دي او ډېرې ښې همکارانې مې بیا هم راسره دي. شوفې ستړې مستې مننه ګلې زن دی اوسې ونې دې په خیر تېره کړه. په خیر ده، خو دا څنګه سلامات اوسې؟ مننه، زه خپل پور سره خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. شپه مو په خیر، خدای دې کړي جوړ او خوشحاله اوسې او د نړۍ په هر ځای کې چې از دې صحت او عافیت جامې په تن ولري. هغه کسان چې د هېواد نه لرې دي او د کورنۍ څخه لرې دي، خپل د پلار او مور څخه لرې دي، خپل سلامونه وړاندې کوم. خدای دې کړي چې ښه اوسې او جوړ اوسې. د رخصانې خبرونه پیل ته له یو ساعت لپاره زه شکوفه بارک زموږ همکارانه ستاسو په چوپړ کې او تاسو ته ښه خپرونه ډالۍ کوو. نو د خپرونې لیدونکي اوسئ. روح افزه جان څنګه جوړ؟ خیر نن دې بیا څه راوړې خپرونې ته؟ مام سلامای ګرم زمستانی خود تقدیم بینندگان برنامه رقصانه. ما رو بیننده هستن تقدیم میکنم و همچنان به شما نگه داری. این برنامه ما میخواییم که لباس ها را برای نامزاددارا به معرفی بگیرم که تنها نامزاددارا نمیشه که استفاده کرد، بلکه میتونه برادر، خواهر، بیادر، خصوصا در مراسم های عروسی یا مراسم های خاصه که دیگر میداشته باشند به معرفی بگیرم. یعنی هدف داده چه دست جوره ای کالی؟ جوره ایسه، بله. میتونن که گروپی هم استفاده کنن؟ بله، گروپی هم استفاده کنن و میشه زیادتر با نامزاددارا هستن. خب ما دیگه منتظر هستیم که خب عروسی کرده باشن میتونن استفاده کنن، چون نمور خود لباس ها که از جوره ایسته. دیر که بله، نو لیدون که هم پر تمه بوسی حق کسان و در پسلای هم را روان دی دیره ای که نامزدداران به هم خپلو کوژدن لپاره به جامعه اخلی. نو که تاسو دست جامعه مو جوره ای خواه کسول حتما نوی کال لپاره خپلو کوژدن رو تای واخلی او په پسلنه که چی کور تای ورزه واره ورده نوی وخه دالی بلل کیگی. دالی دیر خواهی کنن جنو هم دی خورخندو په منځ کې، هم د کورنۍ د غړو تر منځ، هم مثلا که چیرې چا واده کړی اوسي، څوک نامزد اوسي، دغه تحفه یا ډالۍ چې څوک چاته ورکړي ډېر خوند کوي. خو خدا څوک سې بیا نامزد دي که نه، یا مثلا کوژده یې کړي، لکه ملګری ملګری نه دومره تمه نه کوي همیشه کې د چې ما ته به خامخا ډالۍ راوړي. بلکل، جلۍ څومره چې زه یې پېژنم جلۍ کنې دا دې ته په تمه یې بېخي یو نوه ذمهواري ګڼي، پالک باید ما ته تحفه راوړي. لکه بیا کله چې نوی کال یا مثلا کوم بل اختر کوم مناسبت وي قرآن وړي، بیا په هغه کې بعضې جلکیانې خفه کېږي. خو دا خفګان یم زه فکر نه کوم دا بسته یي له مینې نه کېږي. یو خو بل دا چې انسان ده نو یوازې الله ده چې په یو حال ده، کله به یو هلک سره پیسې وي، کله به نه، یا داسې اقتصاد به یې دا تقاضا کوي یا به یې نه کوي. خو داسې بیا ځینې جلکیانې شله کېږي ډېرې چې نه حتماً باید اوسي، دا زه صحیح نه ګڼم. د دې سربېره ځینې نجونکیانې شله کېږي نه، خو د نجلۍ کورنۍ پر هلک ډېر فشار راولي. سل په سلو زما لور ته به دا شیان اخلي یا دا شیان به راولي، دا زموږ رسم رواج دی. زه خپل قوم ته څه وایم، زه خپل خپلوان ته څه وایم، زه همسایګان ته څه وایم. ترور لورانې دي، همسایګانې دي، اول همسایګان ګاونډیانې دي، د فیسبوک ملګري دي. زه هغوی ته څه وایم، هلک بیچاره مجبور دی چې خپل ځان ګرو کړي تر هغو چې نجلۍ ته د نوي کال مصرف راوي.
بالکل او را به سوهم دیته مخکې پر شجنه هیڅ خبرې په خلکې طاقت نه کوي ځکه چې واقعا دوه ماشومان دل دي مخکې مقصد وای نه خدای په وایته نظر نه کې موږ غوښتل لیدونکو تاسو متعجبه کړو او یو ورې د خبرونه په منځ کې ګلالي او قندولک ماشومان تاسو دروخایو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې په کورونو کې زموږ خبرونه ویني دوی هم تشویق سي چې دا د رکسان په خبرونه کې موږ ته هم ځای سپرته لشکره دا د څه خبرونه چې په ټوله کې خزینه او ته خواګو ماشومان ته ټول هیوادوال ته ځای پکېشته او کوچني ماشومان د دوی روزنه د دوی تشویقول د پمږه تاسو ټول باندې خدای دې کو چې هغه زموږ ماشوم میکنوي دا واجبېږي او لازم ده چې موږ ماشومان تشویق کړو وی هڅو د غوی په تعلیم تربیه کې خپل ونډه ادا کړو نو خا دا ورور موږ تاسو هیواد باندې پرمختګ په لور ده چې موږ ډیر کوچني سن ماشوم ته باید د غوی تعلیم او تربیه په برخه کې کار وکړو فرشته جان او مام کرم مثلا موافق اوسې کله چې موږ یو ماشوم که دوه کلن درې کلن اوسي یو غلطي یو اشتباه کوي که چیرې کورنۍ ته یا مور پلار ته ورته ووایي چې دغه ماشوم ته کوشش وکړئ ښه تربیه وروښیئ یا وړکتون ته ولېږئ یا ښوونځي ته ولېږئ نو وایي چې دا ماشوم خو تر اوسه وړکی دی دا په څه پوهېږي حالانکه داسې نه ده مثلا په پرمختللې نړۍ کې د ډېر کوچني سنه په ماشوم باندې سرمایه ګذاري کېږي په هغه باندې د تربیې او د تعلیم په برخه کې نو څومره هم چې ماشومانو ته مینه ورکړو هغوی ته تعلیم او تربیه وروښیو همغه پر راتلونکي کې براحته اوسه بالکل دا خدا لکه د ماشوم شخصیت جوړیدنه د هر انسان خود ماشوم تو بنه کېږي لکه دې د بهر یادونه وکړه هلته ماشوم تو نه څنګه ماشوم زیږیږي هغه ته بانکي اکاونټ خلاصې ځکه دا غواړي ځان شخصي سرمایه باید ولري نو معنا دا سي هر ماشوم سي کله د هغه ورځ نه پیدا کېږي ترغی پورې لویږي تر ټولو مهمه دوره د ژوند همدا د ماشوم تو د ماغه انګیزه تر هغه پورې یو انسان مري ورسره وي خدا دا سی ماشومان تا مضبط انگیزه ورکی پا ماشوم توب که اغوی تا دا سی اوهی سوار که سی پاینده که اغوی زان لنورو نکم و نگرنی زان لنورو نزعیف و نگرنی او هم دا سی زی فکر کنم دا دیر سخت دا سی ماشوم تا دا سی روزن آور که اغا یو طولن ورباندی و یادی دا خواستان دا سی هر زوک ماشوم زیری خلق وای ماشوم دا پیدا که گی روزی اللہ ورکی و زور ازمه که خلی خدا مسئله دا سی نه دا سی فکر کنم تر طول و گرام کار زند ماشوم روزان دا ترگوی دا تا سوی سنگ ورطا ورکوی نو آقا خوب یا دیر زیاد وقت نیست اگر دیر توجه غواری دا مور و پلار اگر تا باید دوی وقت پیدا که دا سی نسی دواړه په خپل کار پسې تللي لکه میندې ناستې ټوله ورځ ډرامې ګوري او پلرونه خو یې وظیفو کې په دغه رقم سره خو ماشوم زه فکر نه کوم روزي فرشته جانې همداسې ده نو لیدونکو بس په ماشومانو راغلی ده چې ګلالي ماشومان موږ د څوک دي د کوم ځای سره راغلي دي په دویم سګمنټ کې به موږ سره سره نو تاسو لیدونکو ته یو خواهش لرو زموږ د ستاسو د تلویزیون په سکرین د اړیکې شمیره درسره شته د واتساپ شمیره ده نو هیله هغه کسانو ته لرو چې که غواړي زموږ سره په خپرونې کې مېلمانه سي خپل مشخصات په واتساپ کې موږ ته راواستوئ هیله دا ده چې اړیکه مه نیسئ څوک نشته ستاسو تلیفونانو ته جواب درکړي نو اوس لنډه شانته دمه لرو پس له دمې زموږ سره ګلالي ماشومان راسره دي دمه لیدونکو بیا هم ستړی یم صحیح پخیر راغلی خپرونې ته کور مدان ډېر مننه کوم چې زموږ خپرونه همیشه ګورئ تر پای پورې وګورئ هر کله هره جمعه او همیشه او همداسې خپل نظرونه لکه ما یادونه وکړه بیا موږ سره شریکئ ځکه ډېر ښه دي زموږ لپاره زموږ د خپرونې د خطوب لپاره زموږ ډېر په درد خوري ډېر مهمه دي او ځکه خپرونه ستاسو خپله خپرونه ده راسره په خپرونه کې قدرمنه میلمنه هم ستا داسې ډېر ښایسته خبرې لري او ډېره معززه میرمنه ده داسې څوک داسې نه باید درته وایي بله قدرمن لیدونکو موږ مخکې د ماشومانو په هکله خبرې وکړلې او تاسو ته مو وویلې چې په خپرونه کې ماشومان هم راسره دي په تمه اوسئ ماشومان به راځي یو څو دقیقې نور هم ستاسې حوصله غواړو مخکې له دې نه چې ماشومان راوبالو راځئ هغه کس مو خپرونې ته رابللې ده چې دوی له ډېر کوچنیوال سره څخه د ماشوم په تعلیم او تربیه باندې کار کوي داسې یو ځای رامنځته کړی داسې یو بنسټ یې رامنځته کړی ده او دوی هڅه کوي چې د دغه هیواد ماشومان وروزي پرته له شکه که چیرې د مور و پلار په حیث موږ تاسې فکر وکړو چې که کورنۍ کې میو دوه درې ماشومان وي څومره د هغوی روزل سخته ده مشکله ده او موږ څومره ورته بې کم حوصله کېږو ولې باید هغو کسانو ته آفرینه ورکړو چې هغوی د وړکتونونو د کودکستانونو مثلا معلمینې دي یا استادانې دي ښوونکي دي
پرس کیدی نو یعنی حقوق پرس کی چوب ماشمان د شلو د شو خدیر ماشمان هلته روزی څومره به دوی ته سخت مشکل اوسی منومغه هم دی وړکتون مدیره یا حق کس خپل یو وړکتون را منځ کړای دا بنسټګړای دا اوس هم د مدیریت چارې پر مخ وړي اغلی منیره نیاز کاظمی په خبرونه کې را سره ده خرغلاس ورته مدرسې عزیز خوش آمدید سلامت باشین زنده باشین شکر در قدم نخست تشکر می کنم از برنامه زیبای رخسانا که ما را دعوت کردن و این قسمی است که طفلات تشویق میشن سلامت باشین زنده باشین منیره نیاز کاظمی هستم مؤسس یکی از کودکستان های خصوصی زنده باشین خانم کاظمی بسیار زیاد خوش آمدین سلامت باشین زنده باشین که موضوع برنامه مهمان ما هستین و در مورد ازی که تربیه کودکان صحبت میکنیم فرق بین کسایی که به کودکستان میرن و طفلایی که در خانه تربیه میشن در چی است و چقدر تفاوت ها در بین از اونها وجود داره؟ طفلایی که در خانه تربیت میشن صرف یک مادر در تربیت طفل البته والدین رول میگیرن خود زیادتر رول زیادتر مادر داشته میباشه اما طفلی که در کودکستان تربیت میشه مکمل تمام اجتماع در حصه میگیرن طفل که در کودکستان میباشه اجتماعی میشه و میاموزه که با رسم رسومات و مقررات اجتماع چه قسم برخورد کنه و همچنان به مسائل اجتماعی احترام میگذاره دیگه طفلی که در اجتماع میباشه بعضی از مسائل اجتماعی مانند شجاعت حقیقت دوستی حقیقت طلبی امانت داری اینی بعضی چیزایی هست که در آداب زندگی با طفل کار میشه که طفل میاموزه همچنان طفلی که در اجتماع کلان میشه حس کنجکاوی طفل تربیت میشه حس کنجکاوی یعنی طفل وقتی که بعد از سن 2 سالگی به بعد یک حس در طفل پیدا میشه که به نام حس کنجکاوی میشه که در کودکستان ها و در اجتماع البته حس کنجکاوی طفل تربیت میشه که به هر سوال طفل جواب داده میشه پاسخ مثبت داده میشه اما در خانه فکر میکنم که مادر چون مصروف خانداری خود میباشه امورات زندگی خیلی زیاد از بالای یک مادر افغان اگر به یک سوال طفل جواب بده سوالات دیگه جواب نمیده اینمی میباشه که حس کنجکاوی طفل کشته میشه در خانه با خاطر ما کوشش میکنیم که طفلا در اجتماع بزرگ شوند بهتر است که در اجتماع باشند مدرسه عزیز دیتا براسوسی پر دغه طولنه که دیر زیاده برخی دیت تاسی کول اسوی حال تا کار وکره مثلا دخپل زکر و پحک لی تاسیل پحک لی با ما هم را تاوی چه تاسی پا کم برخی که زکر کردی او چنگ مو وقتل چه او کودکستان را منسته که ولی نور کارونه نو چه تاسی مثلا حتی وکره چه او کودکستان را منسته که جور که تشکر از شما ما ماستری دارم ادبیات انگلیسی که تحصیلات عالی خود در پاکستان به اتمام رساندیم و ما کار میکردم در دفاتر کار میکردم این سرگذشت خودم است که قصه میکنم یک ما طفلم در کودکستان بود یک روز آمدم دختره که ما 1.5 ساله بود خو گپ میزد خوب سعی سخنرانی میکرد بسیار مرا گفت مادر در کودکستان برای ما دوای تقویه میتن ما بسیار کنجکاو شدم که دوای تقویه یعنی چی در کودکستان فعلا خودم هستم ما تا که امرا با مادر تماس نگیریم صحبت نکنیم ما اتا دوای یک پرستامولادی را تطبیق کرده نمیتونیم بر طفل خود زیاد کنجکاوی کردم آخر رفتم امرای رئیسی کودکستان دیدم گفتم که برای طفل ما چی دوا دادین؟ یک چند وقت می دیدم که شیر بسیار خوب می خورد اما آهسته آهسته همی خوردن شیر شام از بین رفت و چی؟ بالاخره یکی از استادا بود که بدن بازورم خودم هم جذب کردم گفت که شما چون زیاد کنجکاو هستین بسیار دوست دارین اینی شماره مرا بگیرین شماره را گرفتم در خانه امرایش صحبت کردم گفت که دوای خواه میتن بر طفلا یعنی با وقتش خیلی گریه کردم گفتم ما یقدر به زحمت طفل پیدا میشه کلان میشه در شرایط ما طفل کلان میکنیم این دوای خوابته خب برای طفل خیلی چی میشه بعدا نمرای شوهرم صحبت کردم گفتم ما دیگه کار نمیکنم ما در خانه میشینم گفتم یقدر درس خوندی یقدر تعلیم کردی زحمت کشیدی تو آخرم در خانه میشینی گفتم ما دیگه کار نمیکنم ما طفل ما نگاه میکنم بالاخره بهم چی شد که گفتم باید خی اگر کار کنم در یکی از کودکستان ها کار کنم ما باید قسمی کار کنم که ما برای مادرها اینطور یک روحیه بودم و مادرها وقتی که طفلشان در خودشان در وظیفه می باشن بگویند دل ما جمع است طفل ما در کودکستان است
به این خاطر تصمیم گرفتم که یک کودکستان جور کنم که کودکستان صرف و خاطر دخترم چی کردم که بنو خاطر یک مثل است در ایشی به که شر بخیز یک خیر باشه اوز حالا متفلک که در مو کودکستان شما هست که شاید والدین از بگه که یعنی به مدیره سب در زندگی شما تو خدا نکرده یک شر خیسته بود که خیرش حال به زیادتر فامیلا میرسه تاس واقعا یه وطل یه قهرمان هستی چه نیدیل پارتی نور ماشمان سید دست استونز واقعا شته دست دین کسا هم شدی حتی ما یو په کتاب کې لوستلی ول یو پوهان و هغه لیکلی و وای هغه ډیر وخت زندان تیر کړی و نو وی ویل کله چې زه د زندانه خلاص ولم زه به زما هغه ډاکټرانو ته چې وای ما ډیر په دغه دوره کې چې یعنی زندان کې وم ډیر داسې ډاکټران مې ولیدل چې دوی ډیر په ایمانداری سره درس ویلی و مګم بالاخره و د یو چا د مرګ لپاره یو دوا یې راوویستله ډیر داسې انجینران و چې ډیر په ایمانداری سره درس ویلی و مګم د زندانی کیدلو لپاره یا دل لپاره چې یو جای وي چې یو چاته په شکنجه ورکړي داسې اتاقونه یې رامنځته کړله نو واقعا هم داسې کسان سه چې زده کړې کړي دي درس ویلی ده متاسفانه په ټولنه کې داسې کار کوي چې حداقل وایي چې یو څو روپۍ لاسته راوړو نور نو که یې چا په ماشومانو هر څه وسوله فرق نه کوي ولې داسې کسان هم شته دي له نیکه مرغه چې مثلا هغوی د قهرمانان دی او دی غوی هڅه کوي چې د خلکو ماشومان په سمه توګه وروزي ډیر زیات مننه کوم مدیر صاحب واقعا قهرمان یې سي اتل یاست او خدای دې نور هم تاسو توفیق درکړي سلام الای امین مرمن کازمی دې په کلر اتو وای سي تاسو رسوم رو ماشومان دی اوس په دې کودکستان کې سم وخت کې تاسو دا جوړ کړی دا او هلکان ډیر ورته راځي بیا ماشومان سي کوم دی هلکان ډیر دي کچلا کېانی فرشته جان مدیر صاحب د تاسو سوال ته جواب درکې اوس بیا د ماده بیا د میو د ماده لیدونکو زموږ سره پاتې سي مدیر صاحب هم د فرشته جواب ته بس د فرشته سوال ته به جواب ورکړي دا چې څونه ماشومان لري په کوټکستان کې او کومې زده کړې هلته کېږي نو پس له دمې معلومی شي نو اوس لاندې شانته د ملر لیدونکو د ګلالي ماشومان موږ سره په استډیو کې دي او دوی راغلي دي چې موږ تاسو ته ډېرې ښې خبرې راوړي دي که نه فرشته بالکل او ډېر زیات ښایسته دي دا زما دا ډېر ښایسته ښکاره سو کار ټول ښایسته دي ډېر خو دا ډېر خالق ده فرزندې نو ډېر د خوښۍ ماته ویرانه کې فرزندې خو مسئولیت او نو وخت رسید میگم مسئولیت نامه بر مسئولیت اونو لیدون که زموش سره بله ملمنه هم را سره ده تمنا جانه تمنا جان ابراهیم خیل بله کم چه نقاشی کرده ده نقاشی پا برخی که زده کری هم کرده ده ده در سنگه چه نور چه مصرفیتونه لری ده غیصه پا پشتنو که تمنا جان دیر زیاد شراغ لیخ برونی ده دیر زیاد تمنا نه شکوفا جانه با درود سلام خدمت تمام بیننده های عزیز برنامه رکسانه خوشحال هستم کوم روز باشم استاد خوشحال اوسه تمنا جان یو ډیره موفق او پیاوړ انجلۍ ده د تر ټایم څخه دومره خولي نقاشي او رسمي کړل لیدونکو موږ به تاسو ته د خبرونو په لړ کې دروخیو لنی کمرغه دوی د ته پانځي زکریا له هم ده په دغه برخه کې زده کړې کوي د تر څنګ مدرسې هم تمام کړې ده نو ډیره لایق او ډیره یو موفق او پیاوړ انجلۍ ده نو د دې نه به اورو د دې ژوند په حق له دات څنګه دومره بلابلې رښتې انتخاب کړی دی او د دې ترڅنګ مقدرمنه مدیر صاحب هم را سره ده نو تمنه جنې تخپل د ذکر څخه را سره کیسه وکه مکتب د چیرته پیل کړای چې ته د پاتہ ورسو او څنګه د ته پانځای خوښک خب ما رسامی را مسلکی جای نخوندیم یعنی خودآموز هستم و امو یک گپ است که میگن هنرمندا از زمان که تولد میشن برای هنر بزرگ میشن و ما دقیقا یادم نمیاد که اولی رسامیم چی بود بخاطر که طفولیت رسم میکردم و علاقه زیاد داشتم و پهلوی از که مسئله تبستم شوق علاقه خودمان بود تشویق فامیلمان بود و به این که مثلا مادر جانم پدر جانم دوست داشتن که یگانه دخترشان دکتر شوند و به خاطر از این رشته تبر انتخاب کردیم نو لیدون کل تا گلالی ما شما هم را سره دیزه بدوی سره وقع گیگه پا پل که به سلام خوب استی؟ نامک چی است؟ زینب جان چی آوردی بر ما؟ میخوای چی بگویی؟ یک پیام به خیالم میگی؟ میگی چیز گپ میزنی؟ خدا معرفی کن؟ زینب چی آوردی بر ما امروز؟ زینب مایک خواک سوای در واری سی مایک اسکریم گفته بگویی من برد کتم گپ میزنی؟ رابسو خدا معرفی کن بچیم؟ از بنامه شیطان رجیم بسم الله الرحمن
الرحيم. اسم الزوجات وهذه بروفي. اسم المودارة ماس نادية روفي. اسم البادارة ماس أسيب الله روفي. ما شاء الله. اسم أستاذ يا داري؟ اسم أستاذ جان تخو يا داري. نام أستاذ چيس؟ استاد زورا. آفرین آفرین شاباس. چی آوردی بر ما بیننده عزیز؟ و کودک عزیز چی توفه آوردی؟ چی میخوای بخوانی؟ سوره نصر میخوانی؟ شروع کن. ازا جا نصر الله و الفت هر رایت ناسه خلون ایدیر الله افاجا فسب به حمل ربک و استغفر انه حکان توابا. و ماشاءالله نه خیز نمایده. اوس خیز نه ولی ولی خبری که وای چه سراغ لر ماور نبخته نوکلم اخ که دشرو نمال کستانم چی ده وای دکتر تو هر افی. بله بله دکترم لر. دکتران هم راست رده یو واجی سه هم راست رده خو. متاسفانه لیدن کنن پمون اخباره اون دوم نزد زرتیری که دل پرسه ده گلالی مشمان قدرمن ملمانه راست رده. مون اصلا دوی سر پ خبرو بانه نمریگو آن نپویگو. زمین اخباره اون دوام لری و سام دمی واره راست دلده ی روسال دمی تخب رو حفظ جان هم رازی او هوی هم مون گفت است یو چم تو ولا نیولا ده و دلای داور ده گروت آقا دت پاک لمون گفت است نن معلومات را کهی نووس محل هم دو لند شند ما خلو روسال دمی هم بیا حمله مکسره پاتشه. لیدون کو یان سلیم است په خیر اغلی خبرونه تا او لکه څنګه چې تاسو وینئ اوس دلته په پخلنځي کې یم او د ساسو لپاره به شوره خود په خک کوم داسې د اسینا دوی لپاره د میلمنو د پاره خو کې د دوی خوښ یو صحیح راسي سره کوم چې ما په زړه کې دی مغه سرسي ما درته ورته خې دا وو جوشی گیزه با دیو تا دانه خود واچه اومه او باقی با سینا خپل میلمانو سر خبری اوکی دیر ازیاد امانه نفرشتا جانه تده پا خپل کار که بریاله اوسه او انشالله چه دقیق گلالای ماشومان تایی اخکل مزادار شور نخود تایر که لیدون که مونگای دیل پارو گفتل چنن دی ماشومان رو پخواک بانده یو چه تایر کن دیره اغا خواره چه دی ماشومان خواکی گی اغا بیا یخ مزاج اوسی ایس کریم و دستی ورطا شان منس وی ورطا جوده ولی نو دقیق پارا مونگای لیو گرم خواره اوسی چه دوی هم ناروغان نسی نو وم ویلی چه فرشتا جانا به مونگا تاستا شور نخود تایر که او رو حفظ جانا هم را غلی ده لخکل جامو سران و خپلا به معرفی شروع کری میره بانی با هم میخواییم به نوبه خود سلام مجدد پس دوباره به کسایی که ما را از بیننده برنامه رخسانه هستن برشان میخواییم که لباس های جورایی را به معرفی بگیرم خصوصا برای نامزاددارا و همچنان برادر خواهر مثال به محفلا بسیار خوش دارن که لباس های جورایی بپوشن برشان به معرفی میگیرم لباس های افغانی هستن دیگه شما میفهم که دخترها و خانمها و پسرها همه ایشان علاقه مند هستند که لباس های افغانی و واسکت های افغانی استفاده کنند این هم یک جوره بسیار خوبش که همه گیش از سکه آماده شده بسیار وزن گرنگ هم داره اما زیادتر همه پیرانتنبان استفاده میکنن آقایان واسکتی ها را بعض جای ها شاید دیده باشیم گوشش میکنن با پتلون یا استفاده کنن اما زیادتر همه پیرانتنبان استفاده میکنن خب این لباس افغانی زنانه است که رنگ سبز داره و سیاه کار شده تکیش هم تکی لیلیمتر می باشه تکی او تکا که یک خیاست داره که همیشه چملک می باشه اما این پیران ما کس تکیش چملک نیست بلکه صاف می باشه بله همگیش پاولیس و همراه موری سفید او فکر کنم بسیار به خیالم گرنگ است بسیار گرنگ است و جای بلند است جوره دوم با معرفی کو جوره دوم همچنان اینم تا از سکه و پاولی استفاده شده اوه ایش نگوین چقدر وزن از بلند آفرین و عروس و کیره میپوشم مثلا یک دامن کلان شاید دامنش تا 7-8 متر زیادتر باشه شاید هم بیشتر دیگه فیتا هاشه فیتای نقره‌ای و سفید و طلایی کار شده تنهای مقبولی ازی فقط فکر کنم که رنگ سرخ از زیادتر شاید انتخاب کنه پاولی و پوپک های بسیار مقبول دلی. و یخنش همش موردوزی و کار دست است این هم بخمل هستن هم کار ما که بله یا می واسکت شست کم و بگویم جورایی که همیشه علاقه من به سیت هستن میتونن از این سیت استفاده کنن اما اگه رشمه و بیتا و این چیز آماده این هم واسکت های مردان هستن دیگه چطور که دیتای پیرانش نداریم شاید آماده نست ساختن هنوز اما خواستیم به معرفی بگیریم که شاید علاقه مند آقایان به واسکت داشته باشن میتونن غیر از اینکه
مراسمایی که فقط با جوره مهم نیست میتونن ساده تر استفاده کنن، میتونن زیواز کتا استفاده کنن. تکشم تکی بخمل میباشه و بالایش از بخمل گلدار استفاده شده، سبز و زرد. بله. این هم از تکی بخمل است، تکی بخمل رنگ بانجانی و خودتان میبینید کمی زیبایی زیاد در زیواز کتا می پاولیاش است که استفاده کردن. همین زیادتر کسا شاید پاولی بگوید، زیادتر کسا شاید سکه بگوید، اما من به حساب خودم همون سکه های بسیار خرد خورده هستند که استفاده کردن. زیادتر به لباس های افغانی پاولی و سکه و مورا و یا استفاده میکنن. دیگه این بسیار یک شیپک بسیار جذاب و خوب داره، شیپیم شایستده و رنگیم ده شایستد. رنگ بسیار جذاب، رنگ بانجانی. دیگه شم تکی بخمل است. دیر خیسته دی. بله، ما خیلدین چه هغه ورسته ی آخری معرفی که یواری به فرشته جان هم مرخی چه فرشته جان چه وکرل؟ خب فرشته جان چه دی وکره؟ ما خو دا کچالو سیکم و دا می ټوټه کړو و دا اوبو که می دغه واچول نه خود واچول دا لک په کې او جوشیږي، بیا به وروسته دغې نه دا واچوم په لوښو کې او په سر به دا کچالو چکنی ورته واچوم. ښه، انشاءالله چې ستړی ونه اوسئ. نه کار خو اسانه ده چې ستاسو خوښ سي. خوشحاله. این هم واسکت آخری ما هسته که به معرفی میگیریم. قیمتاش مختلف است، فرق نمیکنه، اما او رنگ که رنگ بانجانی بود، این رنگ جیگری مایل به مو چی میگه بانجانی میباشه، اما رنگ زیادتر به جیگری هست. دیگه فیتایی که تا کار شده سرخ و جیگری سیاسته. عزیزای ما که علاقه من به رنگ جیگری است، از این نوع واسکت ها میتونن استفاده کنن. بله، میبینید که قیمت سنگری چون قیمت لری قیمت هایش فرق میکنه، چون جوره هایی که گفتم شاید قیمتش بالاتر باشه، اما کارش کار دست است. قیمت هایش مختلف است، دیگه ذوق فرق میکنه، میتونن هر قسم قیمت هایی که میخواین یا بخواین عزیزای ما میتونن خریداری کنم استفاده کنم. رو حفظا؟ بلی؟ دکان دارین قیمت دین ایران سرخ چند است؟ چند هم میزنی دکان دار واره میگی فرق میکنه از هم؟ بله. خب بطمان فرشته جان میخوای که ازدواج کنه، این خوب ایران سرخ جوره است، با جورش میخوای یا تنهایی؟ با جورش. خب با جورش میخوای دیگه شاید قیمتش تا 15,000-20,000 باشه. خوب خوب است. فرشته جان میگه زورم نرسید. خیلی ببینین بسیار زیاد تشکر. دل خراب نشه چکنون کالاره. دیگه عزیزایی که میخواین که محصولات تانه و لباسایی که به بازار عرضه میکنین با معرفی بگیرین، به شماره تماس و سپر برنامه رخسانه به تماس شوین و بر ما به معرفی کنین. انشالله به برنامه بعدی به معرفی میگیرین. بله. اگر تماس نمیگیرین میتونین کولی سی چه پیام کشین جی خپل محصولات تا معرفی کنین چه کم محصولات لری تسی. بیا موږ راتلونکي خپرونې کې روحانزه جانه تاسو ته به بلنه درکړي او تاسو محصولات به معرفي کړي. بالکل. نو دلته زموږ سره قدرمن میلمانه هم شته، لیدونکو تر دې چې دمه اخلو د دې نازولي ماشوم نه سره به هم خبرې وکړو. سلام، میشه خودم معرفي کړي؟ بکو. بسم الله الرحمن الرحیم. بلند ترګه بزن. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه که چیست؟ محمد عباس. عباس جان بلندتر گپ بزن. عباس جان امروز چند شنبه بود؟ پنج شنبه. خو ذکر روز پنج شنبه را یاد داری؟ بخوان برام بگو. لا اله الا الله مانک العقل مبین. آفرین. و فکر کنم پنج بنا اسلامی را یاد داری. کمک بلندتر دگم تو چیغ بزن که بیننده عزیز بشنون. بگو. الکلمه دوم نماز سهران روزه چهارم رکعت پنجم هر کان شریف. آفرین، ماشاءالله. هغه گلالی ماشمانو که نویزده دغه ده عباس جان ویلی او خدای دې وکړي چې زده کړې وسي. تو خوب هستی حاجي صاحب؟ بگی د دستت بگی گپ بزن. آفرین، پیشدانت بگی. نامه که چی است؟ خطاب. نامه چی است؟ حاجی خطاب. حاجی خطاب. حاجی خطاب. آفرین. بزن امر دکتر صاحب عباس روی تا در بتی طرف ما. باش که اون مایک برش گرفته. خب حاجی صاحب چی آوردی بر ما، چی میگی؟ گپ بزن دیگه، چی یاد داری؟ سوره کوثر می خوام. سوره کوثر بخون، تلاوت کو. قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اتانک الکوثر فصلی ربک وانحر. آفرین. انا شانکه؟ شانکه و لبته. آفرین، ماشالله، جزاک الله. او چی دکتر صاحب دیگه تو دیگه شوخی نکن دیگه، خیره که دکتر پولو با پولیشش دکتر عباس، دکتر چی هستی؟
بت مایک پاس بر میتی؟ هنوز معلوم نیست. آفرین. من میگم من دکتر چشم است. خب عزیزه نه لای چشم کی که ضعیف شد پیش دکتر میای. در روح از جان سر دیر زیت من نکر روح از جان چه شایسته کالی دمشت ماری فکر لازم است تا من جانم را سر دادم. هتا من از جان سپشتنه کو چې د دې اکس باندې به مشته معلومات راکې اوس لنده شانت د ملرو پس لدمې تمنه به مشته په دې اکس باندې د نقاشي باندې معلومات راکې اوس لنده دمه زمش سره پات ګلونو لیدونکو به هم شرغ لاس د رخصانه خبرونه دوام لري ولار به سفرشته خواته چې فرشته نن چې شمه ده کړي خدای دې وکړي چې د دې پلاشو نه خوته لکه هغه هګي غوندنی او د مالګې پر ځای پیکنګ پودر نه چې فرشته څه دی وکړه دا تیار به کړ تاسو ته چوم کنه چې دې چې ولي پښکې کې په دې کې چې خو دې بیا اشتباه کړې نه دې پښکې کې چی مالګا نه مالګا خو هغه دغه خو تاسو اشتباه کړې تاسو غلط راوړې ما څه کوم شان نور څه دی وکړل څونه پاتې دي دا خو ما نه خود جوش کړ په اوبو کې اوس بیا په دې کې چکنی و کچالو مرچ مالګه او سیما ور سره واچول او اوس به تاسو درلم یو تاسو ګوري چې دا څنګه او ډیر زیاته مننه کوم په خیر راسي نورا بسو تمنا جان ته دلته خولي خولي نقاشي او رسامي دي تمنا جان د بورې از کتاب وګو چی وخت رسم کړي او په چی انګیزه خب بیره فقط چند روز پیش رسمی کردم یکی از کتابایی که قانونای مولانا بود بسیار قانون مولانا بعد از اینکه مثلا کتاب خواندم خواستم که رسم از مولانا رسامی کنم و تمنا جان در مورد زیاد معلومات بتین؟ خب رسم است که همه تو آبرنگ کار کردیم در بالای اسکیچ بوک و یک رسم عادی است فقط و در مورد ازی؟ خب این رسم است که پیام دعا را داره یعنی مرد است که در حال انجام دادن دعا است بله او تمنا جان تروسم په کوم نندارتون کې ګډون کړای دی در یکی از نمایشگاه هایی که پیکاسو هستن رئیسشان وجمه شجاعی می باشن امروز از اونا کار میکنم ولی هیچ وقت مساعد نشده که در نمایشگاه باشم به خاطر که مصروف درس و اینا بودم و یعنی وقت پیدا نکردم علاقه مندی دارین داینده ها اگه چانس بله، برابر شه من چرا نه ان شاء الله من و در مورد از یه معلومات بتین نوی قلمش چیست و کاغذش؟ خب ای هم آبرنگ کار کردیم بالای اسکیچ بوک است و نشان دهنده شب است یعنی بسیار مقبول او دیدی په حق به هم وای چون را خواسته فروخته شده خودم اقدام نکردم به این کار ولی زیادتر دوستا خواهش میکنن که مثلا آردر قبول کنم ولی من اما تو دوست دارم که خودم رسامی کنم او دم چون کلی رسامی شویده در چقه وقت شد ایره تکمیل کرده باشین؟ اما از روز رسمی میکنم یکی حتی روزایی هم شده که در یک روز 3-4 رسم هم کشیدیم و بیشتر اوقات مثلا در اوقات که فارغ هستم بیکار هستم رسمی میکنم ولی اتو او رسم هم شاید دقیقا 2 سال پیش رسمی کرده باشم رسم که در دستتان است واقعا دیر خواسته و چه انگیزه باشد که عکس مغز نقاشی کنی؟ خب یعنی محصول تبستم و بعض از کارخانگی های ما می باشه که مثلا من رسم قلبم کشیده بودم و رسم مغزم هم بود مثلا این مغز کی خواد بود دیگه مغز است که دیگه خوب کار است در جوش هم در رنگ سرخ شده نی مدرسه هم از نگاه رسامی رنگ دیگه مدرسه بزید شما بگوین امروی کدام هنر زیاد علاقه دارین رسامی نقاشی آشپزی خیاطی کدام شه دوست دارین بافندگی ما خو در قسمت آشپزی خوب استیم دسترسی داریم علاقه مندی ما خودم شخصا که فعلا یاد دارم مربوفی و بافت کروشنیل است که ما می بافیم باز مدیر صاحب در کودکستان به طفلکایتان چی آماده میکنه غذا هاشون چی میباشه عموما از هر سن طفل فرق میکنه که به شیر خورد طبعا شیر است و کسایی که مثلا به سن یک سالگی رسیدن یو کلن سن ترسیدی لاغوی تا چیش آماده کوی خواده در غذای طفلا عموما به دو بخش تقسیم شده یکی سنفای شیرخورگاه است و دیگه سنفای طفلای کلان است که بعد از سن 2 سالگی به بعد غذا برشان آماده میشه مختلف است ما تقسیم اوقات داریم مطابق تقسیم اوقات پیش میریم اما یک اختراعی که خودم کردیم که امو سیستم خانمای سابقه برای طفلایی که بعد از 6 ماهگی غذا میخورن ما در چای صبح برشان شیر خمیر پخته میکنیم ساکودانه پخته میکنیم الوای آرد سوجی پخته میکنیم و در غذای چاشتشان استوانه جوش میدیم در بین از او برنج مندازیم ترکاری باب همیشه
به خاطر که ما پیش خود تو احساس میکنم که طفل از صبح تا دیگر پیش ماست، در قسمت غذایشان تغذیهشان نباید کمی شوه، به خاطر که تغذیه ناقص بسیار مشکلات بر اطفال بار میاره. بله و روحفظه جان، جان چطور هستی؟ شکر، خسته نباشی، زنده باشی. میخواستم درباره طفلام هم یکم صحبت کنم، چون نقش بسیار مهمه در خانواده طفلا داره. بله. دیگه تاکید زیادم باید سر تربیش، نه تنها مادر پدر بلکه لول داره، بلکه معلم، خواهر، برادر، دیگر هم لول داره. ما که تا که کوشش کنیم طفلا به تشویق نیاز داره. شاید در بعض خانواده ها مثال کدام صحبتی یا کدام گپ که اشتباه میشه نباید سر از او تاکید شه که نه تو نباید این کار را. تا که میتونین در خانواده، تا که میتونین به طفلا اجازه بتین چیزی که کار که دلشان میخواین انجام بده و شوق ذوق که داره به مون رسته بره. این بسیار یک فعالیت خوب است برای خانواده، هم طفلشان روشن فکر به بار میاره، اما همیشه با گفت با فرمان پدر مادر و دیگر ها میباشن. اما در قسمت پیر ستا زبط هست ندارم او راجع میره بانی خواه خیم راست شو مدیره صاحبی خوان دو گوری بیاغت تایید که چی واقع ملمانو ملمانو گوری زمان فی نظر نگوارم. بله تمنا جان و هم را توی تمنا جان داشبازی چی طور هستی نسبت مثلا نامخدا زیاد فعال هستی زیاد لایق هستی باشبازی چی طور هست؟ فقط اوقات بیکاری که همه شیرنی باب میپزم دیگه زیاد لایق نیستم. خب دیگه شاید مادر جانی هم شرای دیگه باشن که اونا سهم میگیرن. مادر جانم کار میکنن و خوار ندارم. خب 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 یک دانه هستی دیگه. بله دیر زیاد تمنا نکم و مدرسه شما بیشتر چیز میخواستین بگوید بفرمایید. در قسمت تسینه جان رو افزا جان گفتن که در قسمتی که اطفال هر چی که دلشان میشه باید برشان اجازه داده شوه که باید بکنن، اما یک کمه که مخالفت نشان میدیم برازی که فعلا اطفال از این عصر زمان گستن بسیار با موبایل علاقه دارن که میخواین که همیشه موبایل بگیرن، از یوتیوب استفاده کنن، که ما در جلساتی که با والدین میگیریم سرسخت مخالف از این کار هستیم. نمیمانیم که طفل موبایل استفاده کنن، به می خاطر است که فامیلا را تشویق برزی میکنیم که طفل باید در کودکستان باشه، به خاطری که کودکستان یک تقسیم اوقات منظم داره، از صبح ورزش میکنن و صبحانه میخورن و بعدا درس میخوانن و بعدا باز به حساب میوه دبجایی میگیرن و باز به تفریح میرن. یعنی اینی برنامه یک هست برای طفل بسیار مهم است نسبت به اینکه در خانه باشه و از موبایل ها استفاده کنن. بله و از موبایل، تبلت و همچی چیزا دیگه جای به جای ساکن میشینن و طفل اجتماعی هم نمیشه. بله. فقط میبینه هم به چشمشان نقص داره، هم به شانه و کمرشان، هم غذا رو درست نمیخورن، اشتهایشان خراب میشه. خانم کاظمی به من یک سوال پیدا شد، کلاهی که دستر است بافتنی است؟ کلاه نیست کمان است. بسیار مقبول است. خودتان بافتین یا خریدین؟ خودم بافتم. دیشب بافتم، گفتم باشم رنگ لباس هم باشم. بله در یک شب بافتیم. به طفلکایتون دختران که کمک کلان هستن برازم یکان چیزها را یاد میتیم؟ یاد میتیم. بله علاقه مندی که باشه مصرف ما نمی کنیم، فامیلا مصرف کنن ما یاد میتیم. خوش آرام باشید. تمنا جان قند شما دکتری هم میخوانین نگه شما دی بخش چی توصیه میکنین حالان که ما شما خود ما دایم طول چندین سال بزرگ شدین در می افغانستان طفلک ها را میبینین در دور برتان، چقدر خوب است که از طفولیت سر طفل سرمایه گذاری شد و کودکستان مکتب بالاخره در درس تحصیلش ما وقت خود زیاد دیگه سپری کنیم؟ خب از دیدگاه ما مثلا کودکان باید در محیط اجتماعی باشن به خاطر که جراتشان زیاد شوه و بیشتر مواقع مثلا دوستایی که همسن خودشان هستن بازی کنن دیگه. خوب است دیگه، یعنی فایده من است. میشنین شما مزه شونه خود هم بچشین یک دفعه که چطور است همکار عزیز ما مزه‌دار است؟ خوب خودش خو خنده داره دیگه. خب ما فکر میکنیم که نه مزه‌دار است دیگه. جان نشجا کنین و مدیر صاحب شما هم باز به فرشته جان رای بدین که خوبش پخته کنه. ما خنده دل بر نه. حتا بگویید. خب مشکل لری چی خنده؟ نگاه تشویق شو باش بزی. نه. نه مشکل چون در توالی دا اخری. مشکل خویت نلری. واقعا خوسته دی؟ ولی بیا هم لکتر خدی. ترخه خو ما از که چکنی باند دیر و چه ولی زکا بیا که چکنیم پا که دیر نی نده شور نخود خوان پانده تریخوال کی ده؟ تمنا جان کتاب بگین مزدار بود
یعنی وقت بسیار زیاد مزه‌دار بود. مدرسه شما مزه‌دار بود. خوارش خوبش معلوم میشه دیگه، فکر میکنم مرچش زیاد است. مرچش زیاد است. اما ما مردم خوب است. خوب است. خوب. اگر تفلکا بخورین و تفلکا را دیگه نه با تفلکا خوشحال نه با تفلکا. دیر با شما جور کنیم با تفلکا زنده باشین. نه با تفلکا بدون از مرچ انداخته بود. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. کور اومدن. لخپل و قدرمون و میلمانو خمننه که ول گلالای مشمان خمننه که دیدی کورانه خمننه که او لخپل ټول تخنیکی همکاران خمننه که ول نما نن لیدون کو تیو سات مونږه وزغمل ان شاء الله خبرونه مو د خوخي وړ ګرځیدلی وسی تر بل خبرونه مو لوی عمل شه د واتس اپ شمیره مو مهره وای زمونږه او هغه کسان چې وړ خبرونه کلم سره ګډون وکړي نو حتما مو ته مسج پریږدي خپل ماشمان باندې مپم کوي خش په ولري هیڅ چره د الله پامن.